اگر کسی در زمان غیبت کبرا در زمان غیبت حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف ولی عصر ادعا بکنه که برای من وحی رسالی تعیین مشه یعنی ما پیغمبریم یعنی ما امامیم یعنی ما امامزاده یعنی ما وسی و نائب خاص خدام که به عنوان حجت به من وعی شده با هر وسیله ای چی با خواب باشه چی با الهام باشه چی با نزول جبرائیل باشه یا با هر خصوصیت دیگر این مسلمه که دین خدا بعد از پیغمبر اسلام و خاتم النبیین دیگه برای مردم با وحی ارسال نمیشه و حجت تعیین نمیشه یعنی پیغمبر اسلام وحی رسالی برایش انجام گرفت و این وحی رسالی دیگه کاملا خاتمه پیدا کرده هیچ کس ادعا نمیتونه بکنه که من نایب خاصیم به توسط وحی که به من شده با هر وسیله باشه با خواب باشه با الهام باشه با آمدن زنبور باشه به تعبیری با هر وسیله دیگر باشه و این مطلب اجماعی بین مسلمینه یعنی اتفاقی بین مسلمینه یعنی هیچ کسی از مسلمان ها شیعه با فرق خودش سنی ها با تمام فرقه های خودش هیچ کس ادعا نمیکنه که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای یک کسی وحی رسالی ارسال میشه و او به عنوان حجت به عنوان امام به عنوان پیغمبر به عنوان وسیع پیغمبر به عنوان نائب خاص پیغمبر از طرف خدا منصوب شده چون این خلاف اتفاق مسلمان هاست ببینید مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در تصحیح اعتقادات خودش صفحه 121 میگه پس از ختم نبوت پیغمبر عظیم و شعن اسلام و هرسالی کلا منقطع شده اگر چیزی باشد الهام یعنی با تعیین حجت به توسط الهام ما هیچگاه حقیقت دین را نمیتونیم پیدا کنیم یعنی اینطوری نیست که با الهام خداوند متعال کسی را به عنوان حجت تعیین کنه چرا به خاطر اینکه این که وحی وحی رسالی نیست وحی حجت ساز نیست خصوصیت وقتی... وحی, وحی رسالی را نداره علامه حلی رحمت الله علیه در الفین صفحه 284 می فرماید لا نبی ولا وحی بعد النبی نه نبی نه وحی بعد از نبی پیغمبر ما انجام میشه حضرت علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار میفرماید: اجماع المسلمین ببینید این ادعا ادعای ادعا بسیار گذافیه و ادعای بسیار مناسبیه و ادعای بسیار گستردهیه که میگه اجماع مسلمین بر این است که لا وحی لاحد بعد نبی نو. اگر ما اعتقاد داریم به اون چیزی که مذهب ما و دین ما بیان کرده که بعد از پیغمبر دیگه وحی رسالی انجام نمیشه تا تعیین حجت کنه باید تمام کسانی را که اینها در زمان غیبت کبرا ادعای نیابت و ارتباط با خدا با ائمه با پیغمبر میکنند اینها را ما ملعون حساب کنیم و تکفیرش کنیم چرا به خاطر اینکه مخالف اون چیزی که در مذهب ما و در دین ما هست قدم گذاشته مغنیه هم همین مطلب رو در الجوامع و الفرائق صفحه 154 بیان میکنه این وحی وحی رسالی بود وحی حجت ساز بود استاد عزیز من فکر میکنم که کسی که بعد از پیامبر و در زمان غیبت آقای امام زمان علیه السلام مدعی میشه که بهش وحی رسیده در واقع نه تنها یک ادعاست بلکه زیر سوال میبره تمام دین ما را زیر سوال میبره پیامبر ما را زیر سوال میبره تمام قوانین الهی برای هدایت بشریت شک نیست همین در کلمه ملعون و صفت ملعونی که شما به کار بردین بسیار بجاست بله این بالاخره قسمت از وحی بله. و وحی است